او فمینیزمی که امروز مخالفت میکنه با پخش فیلم رد پیل، اون میترسه از آگاهی جامعه. نمیدونم اطلاع دارید یا نه، فیلم رد پیل یک فیلمی است در مورد مسائل حقوق مردان، توسط یک خانم فمینیست سابق ساخته شده که خیلی فمینیست بود و فکر میکرد فمینیزم یعنی برابری. بعد که رفت با فمینیستا صحبت کرد، دید ای بابا برابری وجود نداره، اینا فقط به دنبال اینن که به بهانه حقوق زنان برای خودشون امتیازات ویژه به دست بیارن. آخه مشکل این میدونین چیه؟ مشکل اینه که این تجربه شخصی، همونجور که تجربه شخصی من از فعالان حقوق مرد آمارگیری علمی نبود و من تجربه شخصیمو نباید استفاده کنم که بگم اکثر فعالان حقوق مرد زن ستیزن، من میگم که اینا آمار نیست. آیا یعنی اینا نمیتونیم بیایم درباره همه البته شما این کار نمیکنید، شما خودتون گفتین که من این اتهام به شما نیست، شما خودتون گفتین که من فمینیستای میشناسم که خیلی خوبن و کارشون رو قبول دارم و اینا، ولی من میگم که خیلی‌ها میان از تجربه شخصی خودشون یا رپورتای بقیه استفاده میکنن که بیان بگن اکثر فمینیستا اینو میخوان یا اکثر حقوق فعال اکثر کسایی که برای حقوق مرد فعالیت میکنن اینو میخوان، در صورتی که من نمیدونم اینجوری میشه تصمیم گیری کرد. اینا هیچ کدومش آمار علمی نیست. حتی تو اون فیلمم که گفتین این خانم رفت تجربه شخصی خودشو گفت و چیزایی هم که تو میدیا داشت رپورت میشد. ببین تو میدیا مثلا فرض کنیم من توی ردیت، توی ساب ردیت فمینیستا که رفتم، خب most upvoted post برای فمینیستا توی ساب ردیت فمینیستا یک دفاع از حقوق مردا بود که خیلی برام عجیب بود. خب دفاعی most upvoted post on ساب ردیت فمینیستا توی ردیت یک دفاع از حقوق مردا بود. ولی ببینید من میگم که مثلا یه فمینیستی اگه بیاد بگه که آره ما برای حقوق زنان میجنگیم و فکر میکنیم که فعالیت ما برای حقوق زنان باعث میشه که مردم حقوقشون به نفع مردم بشه و این چیز خوبیه برای مردم همتا، این چیز جالبی نیست. کسی نمیاد اینو کاور کنه، کسی نمیاد اینو داکیومنتری بکنه، کسی نمیاد اینو سکرین شات بکنه بره پست کنه روی توییتر که بگه نگاه کنید فمینیست دارن چی میگن. خب یه فمینیست بیاد بگه که مردم همشون بی شعورن، احمقن، فقط همشون به غیر از سکس چیز دیگه ای نمیخوان، اینا یه کسی پست بکنه، خب این جالبه. اینو ما بیایم مثلا اگه که بیایم بخوام بگم نگاه فمینیستا چقدر همشون مثلا زده مردن، این چیزی که شیر میشه. من میگم که بدون آمار اگه بخوام همش از این تجربه شخصی حرف بزنیم، اینا رو نباید ملاک بکنیم برای اینکه بگیم این گروه ها چیه. ببین آرمین جان، یه مثال خیلی واضح بزنم. من کسی رو میشناسم که میاد خودشو به عنوان فعال حقوق مرد معرفی میکنه. حالا ماجرا چیه؟ این آدم تا یک سال پیش همش دنبال این بود که مخ دخترها رو بزنه، باهاشون رابطه جنسی برقرار بکنه و حالا مثلا فلان و بعد. ایشون یک سال پیش ازدواج میکنه، دختره از این زرنگتره، مهریه گذاشته، رفته مهریهش هم گذاشته اجرا، تمام خونه و ماشین و ثروت پسره رو از زیر دستش کشیده بیرون. همین آقایی که امروز شده فعال حقوق مردان، تا پریروز پایین صفحه فمینیستا قربون صدقه فمینیستا میره. حالا که این اتفاق براش افتاده، اومده شده فعال حقوق مردان. من زنی رو میشناسم که امروز یک فمینیست مرد ستیز دو آتیشه است. چرا؟ چون شوهرش با یه زن دیگه بهش خیانت کرده، تمام خونه و زندگی رو از چنگ این درآورده در رفته. ببینید ما نباید مسائل شخصی رو با مسائل کلی یکی کنیم. اگر فرض کنید دوست دخترم هم مثلا از من جدا میشه و من به خاطر ضربه ای که از این ماجرا میخورم میام میگم همه زنا بدن، همه زن ها خائنن، همه زن ها مثلا بیمعرفتن، همه زن ها سنگدلن، همه زن ها فلانن، همه زن ها بهمان، این نه فعال حقوق مردانه، نه آدم درستیه، این یه آدمیه که کمپلکس داره باید بره پیش روان پزشک.
و روانکاو درمان بشه، بعد اون وقت تازه بتونه یه حرفی بزنه. خیلی از این آدم‌هایی که امروز به عنوان نمایندگان فمینیسم در شبکه‌های مجازی و در رسانه‌های ما بهشون میگیم اونور آبی شدن نماینده فمینیسم، اینا هر کدوم خیلی‌هاشون اصلا باید برن بیمارستان روانی بستری بشن. منم خطرناکن این آدم‌ها. منم قبول دارم، ولی اینا چون اینا این آدمایی که اینجوری هستن، ولی اینا رسانه دارن و دارن جامعه رو علیه همدیگه تحریک میکنن. شما نگاه کنید، من پیش بینی اینه که فعالیت حقوق مردم که رشد هم خواهد کرد تو چند سال آینده، این مشکل رو پیدا خواهد کرد. ببینید شما اگه بیاین به طور خیلی اینجوری حرف بزنید در حقوق بشر، شما از کسی که بیاد حرفای رادیکال علیه همه زن رو بزنه کمتر پلتفرم بهش میدن. مردم میخوان یه کسی رو هایلایت بکنن که مردم که جذاب باشه. کسایی هم که جذابن حرفای عجیب غریب رادیکال زیاد میزنن. خب یعنی من مطمئن نیستم، من فکر میکنم که تو 10 سال آینده هم همه فعالان گروه های فعال حقوق مرد که هرچی بیشتر روش بکنه، این آدم های همین روانی که خودتون میگین روانی رادیکال های توی گروه حقوق مرد خیلی سریعتر روش مردم فالوور پیدا میکنن، پلتفرم پیدا میکنن، دعوت میشن، بخاطر اینکه جذابتره، این چیزا جذابتره. من میگم مشکلاتی که مثلا گروه فمینیستی دارن از همینه، یعنی بیشتر هم به خاطر کساییه که دشمنشون هستن اون که بدترین هاشون رو دارن بزرگ میکنن. آرمین جان تموم شد؟ آره. نه مهمون شما گفتیم درست. نه من یه چیزی هست، یه سوال بردی. آره اوکی بله من تایید کردم حرف شما رو آرمین جان. مرسی. می‌خواستم این رکورد بشه. اوکی. من یه سوالی بود الان تو برداشت پینشو که از خودت پرسیدن آرمین، اگه میشه اینو من هایلایت می‌کنم می‌خوای من بخونم یا خودت می‌خونی؟ بپرس بابک جان، لطفاً از من بپرس که یک لیدر فمینیست نه فعال حقوق زنان که حداقل یک پست در برای مردها که فقط برای حقوق مردان بود رو اسم ببر. من اسم خیلی بد، من حتی مثالای بعدم اسم خیلی، من حافظه‌ام خیلی خوب نیست. من خودم رو میگم. من تو یک لیدر فمینیست هستی، منظورش این بود که یک لیدر فمینیست که یک پست درباره مردان داشته باشه. خب من میگه SBR، من فمینیست های خیلی بدم زیاد دیدم ولی اسمشون رو یادم نیست متاسفانه. من متاسفانه اسم خیلی حافظم برای از اسم بردن اوکی مهم نیست. ممنونم فقط این دوستی سوالی پرسید الان حافظت یاری نمیده برای مشکل. آره نیست. من مثلا پوستری رو که دیدم بخش یه چیز دیگه بگم. آره هستش من یه جواب دیگه بگم. من پوستری رو که دیدم مثلا تو ردیت و توی تویتر و تو فیسبوک، اکثرشون هم اسمای واقعیشون نبود که حالا من بخواد یادم بمونه. یعنی من یعنی واقعا خیلی توی اونقدر نه لیدرم نه یعنی خودم رو فعال، هم من خودم رو هم فعال حقوق زنان میدونم هم خودم رو فعال حقوق مردان میدونم و فکر نمی کنم جمع کردن با هم بگیم که نه باید فقط فعال حقوق انسان باشیم درست نیست، برای اینکه جفتشون مشکلات خاص خودشون رو دارن. من هم ولی... فعال هر دو حقوقم.